و حال هم در مورد مسکا زمانی، تازه جوان افغان بشنوید که با عشق تمام به میهن آباییش افغانستان شعر می سراید. یکی از آرمانهای مسکا زمانی اعمار مکتبی برای دختران افغان است. شایسته سعادت رامی چند قبل با سفر به ایالت کالیفرنیا صحبت با مسکا و خانواده او نیز داشت که شرح آن را در این گزارش تقدیمتان می دارد. Our history and independence is represented by the flag that flies in the air. وقتی چشمانم بر موسکای 13 ساله افتاد، فکر کردم سروده هایش زیادتر در چوکات دوره بسا شیرین کودکی محدود باشد. ولی وقتی کتابش را گشودم و آن را ورق زدم، دیدم که موسکا صاحب افکار عالی، احساس بسا عمیق و خیالات بلند درباره کشورش شعر سروده است. همین بود که دانستم موسکا با علاقه خاص عشق میهن را در دل کوچک ولی معصوم و پرمحبتش پرورانیده است. موسکا در خانواده از جمله سه خواهر از همه کوچکتر می باشد که به زبان انگلیسی شعر می سراید. بیایید در مورد نخستین شعرش از وی بشنویم. آشکال از رو کتوم زدیر نازواله اوم نماختو چیز خبول مرغی که کنم. هنگام کودکی خیلی ها نازدانه بودم. جایم در آغوش مادرم بود، ولی روزی از من خواست تا از وای دور باشم. مادرم به دلیل بیماری که عاید حال شده بود و من از آن خبر نداشتم، مرا از خود راند. با من هم با غصه فراوان به اتاقم پناه برده و پارچه شیر را در مورد محبت رو به کاهش مادرم که روزی برابر کوه بود، ولی حال از آن بجز از لانه کوچک و نهفته در قلب کوه چیزی به جا نمانده بود، شیر سرودم. موسکا زمانی در شهر هیوارد کالیفرنیا چشم به جهان گشوده است. سوال اینجا برمیخیزد که موسکا که اصلا در افغانستان زاده نشده، چگونه با همچون احساس عالی و وطن پرستانه کشورش را در قالب شعر برای دیگران به ترسیم میگذارد. اکثر میگویند وی الهام این محبت با اصلیتش را از والدینش به دست آورده است. زمان مور مات چول کیسه ویلیدی؟ دکتر نجیب زمانی مادر موسکا میگوید در افغانستان اکثر میشنویم اطفالی که در خارج از کشور چشم به جهان گشودند از اصلیت خیش دور ماندن و احساسشان در مقابل کشور آباییشان کشته شده است. ولی اینچنین نیست. وی اضافه نمود داشتن و پرورانیدن این احساس در وجود و رخنه آن در تار و پودتان بر ارزش‌های واقعی یک خانواده تعلق می‌گیرد و بر آن زحمت و تلاش‌هایی که برای رسیدن به آن ارزش‌ها انجام می‌دهیم. په کور کې من خپل هم دغه وطن سره ډیره مینه لرم. ما در خانواده خود به اظهار عشق به وطن احساس میهن دوستی را از یک نسل به نسل دیگر به میراث گذاشته‌ایم. من هم راه پدرم را تعقیب نموده و پیامی را که در مورد زادگاه هم به من سپرده است به فرزندانم می سپارم. وی می گوید جهت انتخاب سوژه مناسب و تأثیر برانگیز علاقه به عشق به وطن حتمی است که بر شعرتان در پهلوی معنا و مقصد عمق و رونق می بخشد. پروگرامونه ورتز در افغانستان چکم پروگرامی آقا؟ من همیشه آنها را در مورد افغانستان آگاه نگه می دارم. به نحو خوب و مقایسوی تا برایشان جالب و شنیدنی باشد. مثلا انانات اینجا را با انانات زیبای کشور خود تشریح می نمایم و از طبیعت دلنگیز افغانستان برایش سخن می زنم. موسکا می گوید می خواهد در آینده دکتر ورزیده باشد. شکل زغت شم خیر سر انشالله زمان زرد شد دکتر شم. من تصمیم دارم تا در آینده دکتر باشم. انشالله من که هیچگاه به افغانستان سفر نکردم، آرزو دارم روزی به وطن آبایی هم سفر کرده و موفق شوم تا یک باب مکتب را برای کودکان افغان اعمار کنم. به فکر من شاید این اثر دیگر والدینش بر وی و افکارش باشد، زیرا هر دو هم مادر و هم پدر دکتران طب می باشند. موسکا می گوید خوشبختی دیگرش این است که در کشور متمدن چون امریکا زندگی می کند. Green is the color of hope and peace. و ای آرزوی روزی را دارد که تمام دختران و پسران علاقمند به مکتب و درس در افغانستان که از این نعمت بی بهره ماندن و مثل خودش در صلح و ثبات کامل فرصت رفتن به مکتب و آموزش را داشته باشند.